به نام خدا، عرض سلام و درود و ادب و احترام خدمت همه یادگیرندگان، دانشجویان و همراهان همیشگی فرادرس. میثم فراست هستم، کارشناس مهندسی مکانیک در خدمت شما هستم و انشالله بتونیم با همدیگه این مبحث جالب و مبحث مفید را پیگیر بشیم و بیان بکنیم. در مباحث آموزشی قبلی که من خدمت شما دوستان بودم با همراهی فرادرس، مبحثی رو ارائه دادیم خدمت شما تحت عنوان پمپ‌های سانتریفیوژ یا پمپ‌های گریز از مرکز، که پرداختیم به مباحثی مانند طراحی این پمپ‌ها، عملکرد این پمپ‌ها، اجزای این پمپ‌ها و همچنین موارد تعمیراتی که در مورد این پمپ‌ها خدمت شما ارائه کردیم. در قسمت آخر که مربوط به مباحث در واقع آنالیز خرابی پمپ‌ها، علت‌های اتفاق افتاده و راه حل برطرف شده در اونها بود، یا اصطلاحاً ترابل شوتینگ که پمپ‌های سانتریفیوژ، اگر خاطرتون باشه ما در یک قسمتی بیان کردیم یکی از دلایل خرابی‌های پمپ‌هایی که اتفاق بیفته مربوط هست به اغتشاشات غیر عادی، سر و صدای غیر عادی، لرزش‌ها و مواردی که این گونه است و در پمپ‌ها میتونه اتفاق بیفته، که دلیل این خرابی‌ها را در اونجا بیان کردیم خدمت شما. عدم هم‌محوری پمپ یا همراستایی پمپ با عامل محرک خودش، یا عدم همراستایی پمپ و الکتروموتور، در خدمت شما خواهیم بود با مبحث همراستاسازی تجهیزات دوار، که این مشکل را در اینجا به صورت تقریبا حالا لازم مبحث رو باز بکنیم، ببینیم که اصلا همراستایی و همراستاسازی چی هست، چه اشکالاتی اگر این قضیه نباشه در تجهیزات دوار ما به خصوص در پمپ‌ها میتونه اتفاق بیفته، و برای رسوندن اون به حالت ایدئال و نرمال ما از چه روش‌هایی میتونیم استفاده بکنیم. خب تعریفی که برای همراستایی داریم را خدمتتون بیان می‌کنیم. همراستایی که در اصطلاح الاینمنت نامیده میشه مربوط میشه به بحث تجهیزات دوار، ماشین‌های دوار یا تجهیزات دوار. در قسمت آموزش پمپ‌های سانتریفیوژ ما توضیحاتی را در خدمت شما بودیم و در مورد تجهیزات دوار به صورت کلی بیان کردیم. با توجه به کاربردهای مفیدی که اونها در صنعت دارند، به قدری اهمیتشون بالاست که ما میتونیم از اونها به عنوان قلب تپنده در صنعت، به خصوص در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع پالایشگاهی یاد بکنیم، به خاطر اینکه نقش مهمی را در فرایندهای نفت و گاز و فرایندهای سیالاتی ایفا می‌کنند. پس اگر ما اونها رو بررسی بکنیم، ساختشون رو، طراحیشون رو، عملکردشون رو، تعمیرات اونها رو، مبحث خیلی مهمی رو درش رو باز کردیم و بیان میکنیم در زمینه افزایش دانش و تجربه همه فعالان صنعت، به خصوص تکنسین ها، کارشناسان و مهندسان مربوط و مرتبط با بهره برداری از این پمپ ها و همچنین موارد تعمیرات و موارد فنی و مهندسی این تجهیزات، که حالا مهمترینشون پمپ‌ها و کمپرسورها هستند، که حالا ما در مباحث قبلی اشاره به اینها کردیم. در بحث پمپ‌های سانتریفیوژ هم مباحث پمپ‌ها رو تا حدی بیان کردیم که حالا من دیگه اون مباحث رو تکرار نمی‌کنم و دوستان میتونن برای مطالعه بیشتر به اون مباحث قبلی مراجعه بکنن. تجهیزات دوار یک تقسیم بندی کلی براشون داریم. تجهیزات دوار ما شامل تجهیزات دوار محرک میشه و متحرک. ببینید یک توضیح من خدمت شما بدم. ماشین های دوار یا همون تجهیزات دوار، اهداف مهمی یا یک هدف مهمی که ما در این دستگاه ها به کار میگیریم و استفاده میکنیم اینه که افزایش توان و سرعت داشته باشیم در فرایندهایی که مرتبط با این تجهیزات هست. همچنین اگر بخوایم که خودشون را افزایش سرعت و توان بدیم و از اونها استفاده بکنیم و در عین حال هم صدمات و خسارت هایی که به اونها وارد می شود را کم بکنیم، که در نهایت به کاهش هزینه های تعمیراتی برسیم، مطالعه مبحث الاینمنت یا همراستایی می تونه به ما کمکی بکنه که در این هدف گام برداریم. ما اگر بخوایم که به توان و سرعت مطلوب در تجهیزات دوار برسیم، باید ارتعاشات و نابالانسی قطعات این تجهیزات رو کنترل بکنیم و برای رفع اون ارتعاشات و نابالانسی های نامطلوب، یکی از راه های مهممون همراستاسازی تجهیز با عامل محرک خودش که معمولا موتور الکتریکی هست می باشد و رفع ناهمراستایی هم در اینجا اهمیت خودش رو نشون میده. تجهیزات دوار به دو دسته تقسیم میشن به صورت کلی: تجهیزات دوار محرک و تجهیزات دوار متحرک. تجهیزات دوار محرک ما
تقسیم بندی که براشون داریم میتونیم انواعشون رو بیان بکنیم، مثل الکترومتورها هستن، خودشون به عنوان عامل محرک دارن عمل میکنن، توربین های گاز به عنوان عامل محرک هستن، توربین های بخار و همچنین موتورهای احتراق داخلی. اما تجهیزاتی که متحرک هستن و نیروی خودشون از محرک ها میگیرن، مثل کمپرسورها، همچنین مثل پمپ ها و مثل فنها و دمنده ها هم و هواکش ها، از جمله تجهیزات دواری هستند که ما اونها رو به عنوان تجهیزات دوار متحرک میشناسیم. همزن ها هم در این نوع تجهیزات دوار متحرک دستبندی میشن. تجهیزات محرک خودشون به صورت مستقل توانی ایجاد میکنن، حالا یا با استفاده از نیروی برق یا نیروی گاز یا نیروهای مواد سوختنی، و اونها انرژی خودشون رو به تجهیزات دوار متحرک منتقل میکنند، که حالا این تفاوتی است که بین اینها وجود داره. حالا انتقال قدرت و انتقال توان ما داره از تجهیزات دوار محرک به تجهیزات دوار متحرک صورت میگیره، و این انتقال هم خب توسط یه سری تجهیزاتی هست، مثل حالا کوپلینگ ها، مثل کلاچ ها، چرخنده ها، تسمه و پولی و زنجیر و چرخ زنجیر ها انجام میشه. ببینید در اینجا ما مبحث اصلیمون و کلیدیمون بر روی تجهیزات کوپلینگ میچرخه، و کوپلینگ را اینجا تجهیزاتش را خدمتتون بیان میکنیم، ارتباط تجهیز محرک با متحرک، مثلا مثل تجهیز پمپ و الکتروموتور توسط کوپلینگ انجام میشه، و حالا تجهیزات دیگری هم که انتقال قدرت توسطش انجام میشه، مثل تسمه و پولی، مثل زنجیرها و چرخ زنجیرها، اینها هم باید خودشون هم راستا سازی بشن، که انشالله در آخرین بخش این مبحث آموزشی که خدمت شما هستیم در رابطه با هم راستا سازی پولی ها، تسمه ها، چرخدنده ها و حتی بیرینگ ها و یاتاوان ها، اما یک سری صحبت های خدمت شما ارائه خواهیم داد. در رابطه با اینکه همراستایی ما چه تعریفی داره و هدفمون چی هست از همراستایی، یک تعریفی در اینجا خدمت شما ارائه دادیم که همراستایی یا هممحوری عبارت است از موقعیت دهی صحیح محور مرکزی شفت اجزای محرک و متحرک. وقتی که تجهیزات دوار محرک و متحرک مثل پمپ و الکتروموتور، مثل کمپرسور و الکتروموتور با هم دیگر در ارتباط باشند، باید محورهای مرکزی که از شفت این دو تجهیز عبور میکنه موقعیت دهی صحیحی داشته باشند، کاملا در یک راستا باشند، و هدفمون هم از هم راستایی یا هم محوری به دست آوردن محور چرخش مشترک کاری برای این دو تا شفتی است که نسبت به هم کوبل شده، یا مجموعه از شفت‌های کوبل شده هستند، که حالا در اینجا ما هدفش رو بیان کردیم و تعریفی که برای همراستایی داریم. یکی از تجهیزات مهم در زمینه انتقال گشتاور مکانیکی، همونطور که خدمتتون عرض کردیم، کوپلینگ ها هستن، و اینجا بحثمون در رابطه با کوپلینگ ها هست که بیان میشه. در رابطه با انواع کوپلینگ ها در مبحث پمپ های سانتریفیوژ ما یک سری توضیحات و انواعی رو خدمت شما در اونجا ارائه دادیم. یک بحث تکمیلی من اینجا خدمت شما ارائه میدم که ببینیم اصلا کوپلینگ ها به صورت کلی به چند دسته هستند و چیا هستند. کوپلینگ ها به صورت کلی به دو دسته تقسیم میشن، یا کوپلینگ های صلب هستند یا کوپلینگ های انعطاف پذیر. کوپلینگ های صلب که در اینجا حالا شکلشون رو مشاهده میکنید، کوپلینگ هایی هستند که هیچ گونه ناهمراستایی را تحمل نمی کنند. برای اتصال دو تا محور کاملا همراستا در تجهیزاتی که در اونها هم محوری دقیق دو محور هست و ضروری هست و قابل دسترس هست، ما میایم از کوپلینگ های صلب استفاده میکنیم. کوپلینگ های صلب میتونیم بگیم که هر گونه عدم تقارن محوری درشون خرابی های سریعی رو به دنبال داره، به خاطر اینکه تنش های بالایی به این کوپلینگ ها وارد میشه. کوپلینگ های صلب انواعی دارن، از انواع مهمی که میتونیم بهشون اشاره بکنیم، کوپلینگ های پوسته ای هستن، کوپلینگ های فلنجی هستن، کوپلینگ های گیره ای هستن یا گیره‌ای فلنجی هستند، کوپلینگ های قلافی هستند، که حالا توضیحات در واقع در حد نیاز هستند. کوپلینگ های انعطاف پذیر کوپلینگ هایی هستند که میتونن ناهمراستایی و ناهممحوری شفت ها رو تا حدودی تحمل بکنن. ببینید انتقال گشتاور و سرعت در این کوپلینگ ها از عامل محرک به متحرک یا از تجهیز محرک به متحرک مثل الکتروموتور و پمپ، و همچنین خونسا کردنشون و خونسا کردن ارتعاشات، مستهلک کردن ارتعاشات، جبران اون نامیزانی ها و تأثیری که بر فرکانس طبیعی سیستم دارن، در واقع از وظایف مهمیه که کوپلینگ های انعطاف پذیر میتونن از خودشون نشون بدن. کوپلینگ های انعطاف پذیر در انواع و اقسام مختلف قابل دسترس هستن، که هر کدومشون برای شرایط خاصی مناسب هستن،
دستبندی خیلی دقیقی که ما بخوایم از کوپلینگ های انعطاف پذیر بگیم و بگیم حالا این دستبندیمون خیلی جامع هست معمولا وجود نداره. گاهن پیش فرض هایی یا حالا تا دستبندی های مقدماتی برای اونها ارائه شده، اما این دستبندی هایی که ارائه شده گاهن اینها خیلی جامع نیست، به خاطر اینکه تعداد زیاد و تنوع بسیار بالایی کوپلینگ های انعطاف پذیر دارن و ما به این خاطر نمیتونیم بگیم که حالا یک دستبندی جامعه براشون در نظر بگیریم که تمام انواع کوپلینگ های انعطاف پذیر رو شامل بشه. کاربردی که کوپلینگ های انعطاف پذیر دارن که ما گفتیم که با توجه به شرایط خاصی که پیش میاد، مثلا انتقال گشتاور و سرعت، باید ببینیم که از چه کوپلینگی در چه شرایطی باید ما استفاده بکنیم. اما کوپلینگ های صلب که در قسمت قبلی هم ما بیان کردیم، اینها معمولا برای محورهایی استفاده میشه که گفتیم یا ناهمراستایی ندارند یا ناهمراستاییشون خیلی خیلی ناچیز و قابل چشم‌پوشی هست. البته حالا خب کوپلینگ های صلب در واقع توانایی اینو ندارن که ناهمراستایی رو جبران بکنن، در مواردی کاربرد دارن که محورها دارای تراز جانبی و زاویه دقیقی هستند. کوپلینگ های صلب در اون جاهایی که محرک معمولا عمودی باشد هم به کار میرن و میتونن علاوه بر انتقال حرکت دورانی معمولا حرکت محوری را هم منتقل بکنن. کوپلینگ های انعطاف پذیر هم تا حدودی میتونن ناهم راستایی و ناهم محوری شرفتا رو تحمل بکنن. بحث ما در این قسمت راجع به کوپلینگ های انعطاف پذیر هست که حالا کاربرد این کوپلینگ ها رو میبینید از تجهیز محرکمون به همون الکتروموتور به تجهیز متحرکمون، مثلا حالا پمپ منتقل میشه، حرکت دورانی را انتقال میده. این کوپلینگ ها همراستاییشون در اینجا باید برای ما مفید باشه و بتونیم که ناهمراستایی ها رو برطرف بکنیم و در واقع برسیم به همراستایی ایدئال یا تقریبا ایدئالی که پاسخگوی کار باشه و بتونه این ناهمراستایی ها و آثار و خرابی هایی که از ناهمراستایی به وجود میاد رو برای ما برطرف بکنه و از بین ببره. در این مبحثی که ما خدمت شما هستیم، هدفی رو که داریم دنبال میکنیم بررسی عوامل ناهمراستایی هست و انواع و روش های اندازه‌گیری و برطرف نمودن آن در تجهیزات دوار و شفت ها و کوپلینگ ها هست. آموزش مبانی همراستاسازی و هممحوری تجهیزات دوار در زمینه تعمیرات تجهیزات دوار از جمله اهدافی هست که ما در این آموزش دنبال میکنیم و خب در خود کارخانه های سازنده اگر بالانس کردن تجهیزات و دستگاه ها بخواد انجام بگیره، تجهیزات دوار، اینها معمولا با هزینه های بالایی انجام میشه و برای اینکه ما از نابالانسی جلوگیری بکنیم و هزینه های اضافی برای بالانس تجهیزات مجبور نباشیم که پرداخت بکنیم، بهتر است که همراستایی و هممحوری رو در نظر بگیریم و داشته باشیم، به خصوص در دورهای بالا، و این باید توسط افراد متخصصی انجام بشه که با این روش ها آشنایی دارند. این مباحث مقدماتی که ما خدمتتون ارائه کردیم رو میتونید برای مطالعه بیشتر و در واقع اینکه آگاهی بیشتری داشته باشید به منابع و مراجعی که اینجا معرفی کردیم خدمتتون مراجعه بکنید. به کتاب همراستاسازی ماشین‌های صنعتی تألیف آقای ویکتور ووک و ترجمه‌ای که ازش ارائه شده که بهترین ترجمه‌ای که من ازش دیدم ترجمه آقای دکتر منصور رفیعیان هست از انتشارات دانشگاه یزد، به جزوه آموزشی اصول و روش های هممحوری مراجعه بکنید توسط استاد بزرگوار خودم آقای مهندس مهدی نصر آزادانی ارائه شده. و همچنین ما استفاده کردیم از مطالب نرم افزار دوره آشنایی با انواع کوپلینگ ها و روش های هممحور کردن ماشین‌آلات که توسط انتشارات اداره کل آموزش و تجهیز منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارائه شده. تأکیدی که من در همه دوره های آموزشی دارم به همه یادگیرندگان عزیز به خصوص در این دوره آموزشی اینه که ما به مطالبی که خدمتتون ارائه میدیم اکتفا نکنیم. فقط اینجا ما یه سری مطالب خدمت شما ارائه میدیم، مطالب لازم هست ولی کافی نیست. حتما جهت مطالعه بیشتر به منابع و مراجع بیشتری مراجعه بکنید. تمرین و تکرار فراموش نشه. مسائل و مطالب متنوع و مختلفی رو سعی بکنید که حل بکنید. مسائلی رو که در صنعت باهاش درگیر هستید حتما با استفاده از مباحث آموزشی ارائه شده و تکمیل کردن اونها به مباحث کاملتر و بهتری انشالله دسترسی پیدا بکنید، مطالعه بکنید منابع و مراجع رو، تا انشالله بتونید که تو این زمینه موفق و مسلط باشید. که من از همین جا تأکید میکنم که این دوره آموزشی ما رو فقط بهش اکتفا نکنید و انشالله مباحث تکمیلی تر و منابع تکمیلی تر و مراجع رو مطالعه بیشتری بفرمایید. به نام خدا، در درس دوم در خدمت شما هستیم. با توجه به مباحث مقدماتی که در قسمت قبلی اشاره شد و یک آشنایی کلی و یک مفاهیمی از
اهمیت همراستایی خدمتون بیان کردیم، در این قسمت اهمیت و دلایل همراستایی رو خدمتون بیان میکنیم. اولا که ببینیم با توجه به اینکه همراستایی رو بیان کردیم، ببینیم که انواع ناهمراستایی هایی که بین موتور و پمپ یا به صورت کلی بین تجهیز دوار محرک و متحرک میتونه ایجاد بشه چیا هست. خب ببینید، دو تا شفت اینها زمانی همراستا هستن، یا دو تا کوپلینگ که در واقع محوری که داره از وسط اینها میگذره یا محور تقارنشون دقیقا هر دوتا توی یک راستا باشن و در هم منطبق باشن، یعنی محور تقارن شفت الکتروموتور با محور تقارن شفت پمپ یا شفت به طور کلی تجهیز دوار ما توی یک راستا باشن. یک ناهمراستایی داریم که به شکل محوری ازش بیان میکنیم. ببینید، صفحات کوپلینگی که تجهیز محرک و تجهیز متحرک ما داره اینها موازی هستن، ولی محور شفت ها در یک ارتفاع قرار نگرفته، یه سری اختلافاتی دارن. ممکنه که مثل این حالتی که در شکل برای شما نشون داده شده، صفحه کوپلینگ الکتروموتور یا تجهیز محرک بالاتر از صفحه کوپلینگ تجهیز متحرک ما باشه که در واقع همون پمپ هست یا کمپرسور هست، و یا پایین تر باشه. در صورت حالا مهم نیست، یعنی اینکه حالا این بالاتر باشه یا این برای تجهیز محرک یا متحرک مهم نیست. مهم اینه که ناهمراستایی به شکل محوری زمانی ایجاد میشه که محور این شفت ها در یک ارتفاع قرار ندارن. اگر ما مثلا بخوایم که سطح مبدا در نظر بگیریم، سطح مبدایی که اینها مثلا زمین ما هست، یا سطح زمین، یا اون سطحی که الکتروموتور و تجهیز ما مثلا پمپ ما برش قرار دادن، ارتفاعی که اینها دارن یکسان نیست. ارتفاع خط تقارن پمپ در این حالت یا مثلا کمپرسور در این حالت کمتر از ارتفاع خط تقارن الکتروموتور هست. یک ناهمراستایی دیگری که داریم در این حالت ناهمراستایی زاویه‌ای هست. ناهمراستایی زاویه میگه که آقا فاصله بین دو تا صفحه کوپلینگ از بالا به پایین تفاوت داره، یعنی کوپلینگ های ما به صورت کلی نسبت به هم یک زاویه ای را ایجاد میکنن، کاملا در حالت موازی نسبت به هم قرار نگرفتن. صفحه کوپلینگ مثلا الکتروموتور با صفحه کوپلینگ پمپ ما دقیقا موازی نیست. محور تقارن پمپ یا تجهیز دوار یا تجهیز محرک با محور تقارن تجهیز متحرک ما یک زاویه ای را ایجاد میکنه. اگر این دوتا محور تقارن را در رسم بکنیم، در یک نقطه همدیگر را قطع میکنن، نسبت به هم یک زاویه ای را به وجود میارن. به همین خاطر میگیم ناهمراستایی اونها در واقع یک ناهمراستایی زاویه ای هست، برخلاف حالت موازی که حالا فقط ارتفاع کوپلینگ ها نسبت به مبدا مختلف بود، اما در اونجا خطوط تقارن با همدیگه موازی بودن، اما در این حالت نسبت به همدیگر یک زاویه‌ای را ایجاد کردن و موازی با هم نیستن. به این خاطر این نوع ناهمراستایی یا ناهممحوری که وجود میاره رو اسمش بذاریم ناهممحوری زاویه‌ای یا ناهمراستایی زاویه‌ای. اگر ترکیبی از دو تا حالت قبل رو در نظر بگیریم، ناهمراستایی ما میشه ناهمراستایی محوری و زاویه‌ای، یا به اختصار میگیم ناهمراستایی زاویه‌ای، که محور دو تا کوپلینگ از نسبت به مبدا تو یک ارتفاع نیستن، در این حال یک زاویه‌ای را هم نسبت به هم ایجاد میکنن. یعنی محور کوپلینگ مثلا الکتروموتور ما به عنوان تجهیز محرک با محور کوپلینگ مثلا پمپ ما به عنوان تجهیز متحرک، اینها کاملا موازی با هم نیستن، خطوط تقارنشون هم یک اختلاف ارتفاعی با هم دیگه دارن. یعنی اینها رو هم ما اگر از یک طرف ادامه بدیم، در یک نقطه همدیگه رو قطع میکنن و از طرفی باز هم ارتفاع و هم نسبت به مبدا نیستن. بنابراین ناهمراستایی ما هم ناهمراستایی محوریه و هم ناهمراستایی زاویه‌ای. به این دلیل بهشون میگیم ناهمراستایی ترکیبی. ناهمراستایی ترکیبی یک ناهمراستایی هست یا ناهممحوری هست که ترکیب شده یا تلفیق شده از دو تا ناهمراستایی محوری و همراستایی زاویه‌ای. حالا ما اگر بخوایم که اهمیت و دلایل همراستایی رو روشن بکنیم و بگیم که آقا چرا اصلا ما باید همراستا سازی را انجام بدیم، این برمیگرده به علتهای ناهمراستایی. میخوایم ببینیم که رایج‌ترین علتهای ناهمراستایی چیه؟ چی میشه که ناهمراستایی ها بین تجهیز محرک که میتونه الکتروموتور باشه و تجهیز متحرک ما که مثلا میتونه یک پمپ باشه یا کمپرسور باشه ایجاد بشه، یا حتی یک مثلا
اکستروده باشه. یکی از دلایلش جابجایی فوندانسیون ماشین هست. اگر این فوندانسیون یا پی که برای ماشین ریخته شده جابجایی هایی در اثر عوامل محیطی به وجود بیاره، حالا در اثر سرما، گرما، در اثر ضرباتی که بهش میخوره، یا به هر دلیلی این فوندانسیون جابجا بشه، یک ناهمراستایی یا ناهممحوری در بین این تجهیزات به وجود میاد. برخورد تصادفی تجهیز با قسمت های دیگر در حین فعالیت های بهره برداری یا فعالیت های تعمیراتی که داره انجام میشه، مثلا پمپ ما ممکنه که تصادفاً با یک وسیله که داره حمل میشه در کنارش برخورد ایجاد بکنه و ناهمراستی در این پمپ ها به وجود بیاد. انبساط های گرمایی که در تجهیزات ایجاد میشه، اینها باز باعث میشن تا ناهمراستی به وجود بیاد. مهره های نگهدارنده و پایه های نگهدارنده ای که تجهیزات را به فونداسیون نصب کردن و محکم کردن، در این حالت ها اگر اینجا هم ناهمراستی، مثلا در اینجا اشکالاتی درشون به وجود بیاد، مهره ها شل بشن، به هر دلیلی از حالت سفت بودن خودشون در حالت ایدئال و نرمال خارج باشند، در اینجا ممکنه که ما ناهمراستی داشته باشیم و ایجاد بکنیم. انبساط و انقباض دستگاه ها و نگهدارنده هامون، خود تجهیزاتمون و نگهدارنده هامون انبساط و انقباضی داشته باشن در اثر تغییرات دمای محیط، اینها میتونن که ناهمراستی رو به وجود بیارن. زنگ زدن شیم ها، حالا شیم ها چیا هستن در قسمت های آینده بهتون توضیح میدیم و ان شاءالله اشاره میکنیم که شیم ها برای جبران ناهمراستی ها و کاملا هم محور شدن و هم راستا شدن مثلا تجهیزات محرک و متحرک، مثلا پمپ و الکتروموتور، از جمله تجهیزاتی هستن که به کار برده میشن و اینها اگه زنگ زده بشن، تغییراتی در اندازه ها و ابعادشون به وجود بیاد، میتونن که باعث ایجاد ناهمراستی بشن. بازده مفید ماشین ها کاهش پیدا بکنه در اثر فرسودگی عوامل داخلی و قطعات داخلی، بیرینگ ها فرسوده باشن، شفت ها فرسوده باشن، یا عمر مفیدشون پایان گرفته باشه. کلا به صورت کلی هر قطعه در ماشین که نیاز به تعویض داشته باشه، ما با فعالیت تعمیراتی یا تعمیرات اساسی بر روی تجهیز انجام بدیم، تجهیز رو باز و بسته بکنیم و دوباره مجددا نصب بکنیم، حتما پس از نصب باید همراستای تجهیز انجام بشه که ناهمراستایی در ماشین به وجود نیاد. تخریب سریع قطعات ماشین، همونطور که بهتون اشاره کردیم، حالا بر اساس عواملی که وجود داره، از جمله خود یکی از ناهمراستی‌ها میتونه که باعث تخریب سریع قطعات بشه. این اگه به وجود بیاد، خب ناهمراستی ایجاد میشه. ارتعاشات و اتلاف انرژی اگر در حد کنترل شده نباشه، از حد و رنج خودش خارج بشه و مثلا حالا تکنسین های کاندیشن مانیتورینگ یا واحدهای سی ام او فعالیت خودشون به درستی انجام ندن، ناهمراستی در ماشین به وجود میاد. داغ کردن یاتاقان ها به هر دلیلی که هست، که الان برمیگرده به بحث خرابی اتاق و بیرینگ ها، اینها هم باز میتونه باعث افزایش ناهمراستی در ماشین بشه. و همچنین تعدادی از خرابی های پیش بینی نشده، اگر خرابی هایی باشه که پیش بینی نشده باشه و ما اونها را در نظر گرفته نشده باشیم و به هر دلیلی تصادفاً پیش بیاد، میتونه که ناهمراستی در تجهیز ما ایجاد بکنه. تاکید میکنم یک بار دیگه مجددا، پس از انجام هر عملیات تعمیراتی باید حتما همراستایی انجام بشه، یا هم محوری یا همون الایمنت بر روی تجهیز انجام بشه. مشکلاتی که ناشی از همراستایی هست و میتونم این مشکلات را به وجود بیاره ناهمراستایی، که خرابی وسیع واشرها، آببندها و بیرینگ ها هست. اگر تجهیز ما ناهمراستا باشه یا ناهم محور باشه، خب واشرها، آبندها و بیرینگ ها خرابی های قابل توجهی درشون به وجود میاد. همچنین ارتعاش بیش از حد بیرینگ ها و اعمال بار بیش از حد بر اونها هم از جمله مشکلاتی هست که در ناهمراستایی ها به وجود میاد. در صورتی که تجهیز ناهمراستا باشه، این مشکلات درشون به وجود میاد. سایش سریع کوپلینگ ها و خرابی های زودرسی که میتونه درشون اتفاق بیفته. اگر تجهیز ما ناهمراستا باشه، دماهای عملیاتی و کاربردی میتونه بالا بره، روانکارها از بین برن، تجهیزات دچار خرابی ها و فرسودگی های زودرس بشن. اگر تجهیز ناهمراستا باشه، افزایش مصرف انرژی و ارتعاش بیش از حد میشه در هنگام کار، میتونه خرابی های قابل توجهی را برای ماشین به وجود بیاره. حالا وقتی که تجهیز ما کاملا همراستا میشه، یک سری مزایا و دلایلی رو داره که ما در اینها در ادامه به اینها اشاره میکنیم. طول عمر بیشتر بیرینگ ها که روی دستگاه های محرک و متحرک نصب شدن، اگر تجهیز ما همراستا باشه، بیرینگ های ما میتونن عمر مفید بیشتری داشته باشن، یا یاتاقان ها بازدهی بسیار بالاتر، عمر مفید قابل توجه تری داشته باشن، تنش های کمتری روی کوپلینگ ها ایجاد بشه. خطراتی که ناشی از گرم شدن ماشین و کوپلینگ ها هست، این خطرات معمولا کاهش پیدا میکنه. خطر گرم شدن بیش از حدی که گاهن ممکنه که به تغییر شکل و شکستگی کوپلینگ بیانجامد بیشتر میشه. سایش کمتری روی آببندها خواهیم داشت،
کاهش خطرات ناشی از آلودگی ها و نشت روانکارها هست. مصرف انرژیمون در این حالت بسیار کمتر میشه، به حالت ایدئال و قابل توجهی میشه و همچنین ارتعاش ها و سر و صداهای کمتری داریم که اینها میتونه از مزایای همراستا سازی باشه که تجهیز ما با الکترومتورمون کاملا همراستا بشه. با توجه به مطالبی که خدمتتون عرض کردیم، مجددا به سه تا منابع قبلی که خدمتتون گفته شد من شما را ارجاع میدم: به کتاب همراستا سازی ماشین‌های صنعتی آقای ویکتور ووگ و اینکه ترجمه آقای دکتر منصور رفیعیان هست، به جزوه آموزشی استاد بزرگوارم جناب آقای مهندس مهدی نصر آزادانی و به نرم افزار شرکت ملی صنایع پتروشیمی هست که حالا در اونجا هم شما میتونید عواملی که خدمتتون عرض کردیم رو با مراجعه به این مطالب و منابعی که خدمتتون عرض شد در اونجا بررسی بکنید و توضیحات رو دقیقاً متوجه بشید و انشالله بتونید که دلایل همراستایی و اشکالاتی که ناشی از ناهمراستایی هست رو کلاً بررسی بکنید تا بتونید به نتایج مطلوب برسید. به نام خدا، در درس سوم در خدمت شما هستیم با بیان مفاهیم استاندارد همراستایی. خب ببینید، در رابطه با استاندارد و تعاریف و توضیحاتی که موجود هست، من در مباحث آموزشی قبلی در خدمت دوستان بودم و هر مبحثی را که ما بیان کردیم، به خصوص بخش استانداردهای سنتی که حالا اون بحثش جداگونه بوده، در مبحث پمپ‌های سانتریفیوژ، در مبحث سیستم‌های اندازه‌گیری، ما اشاره داشتیم به استانداردهای مورد استفاده در اون سیستم ها و در رابطه با خود استاندارد یه سری توضیحاتی رو در اونجا خدمت دوستان ارائه کردیم. در هر مبحثی توضیحات متنوع تری بیان شده که حالا دوستان میتونن برای مطالعه به اون مباحث مراجعه بکنن و مباحث استاندارد رو به صورت کلی یاد بگیرن و یک مروری هم بر اون مباحث داشته باشن. در اینجا من یک توضیح مختصری پیرامون خود استاندارد مجدداً یادآوری می‌کنم به دوستان، مرور بر مطالب گذشته و همچنین می‌پردازیم به استاندارد اختصاصی که در رابطه با خود مبحث الائمنت یا همراستاسازی یا هممحوری باید مورد توجه قرار بگیره. ببینید، وقتی که ما در هر مبحثی به خصوص در مباحث فنی و مهندسی بخوایم یک سری از قواعد و قوانین رو پایه‌گذاری بکنیم و بر اساس اونها طراحی تجهیزات، عملکرد تجهیزات و موارد تعمیراتی تجهیزات یا کلن مباحث فنی مهندسی مرتبط با اونها رو پیگیری بکنیم، نیازی به یک برنامه جامع و مدون و از پیش تعیین شده و یک سری قواعد و قوانین از پیش تعیین شده داریم که بر اساس اون منابع و مراجع و قوانین از پیش تعیین شده بتونیم فعالیت‌های مهندسی را انجام بدیم. حالا در زمینه فنی مهندسی به صورت جداگانه، در زمینه مباحث دیگر علمی، هم از مباحث علوم انسانی، علوم تربیتی، مباحث علوم تجربی، مباحث قانونی و مرتبط با قوانین حقوقی و فقهی، منابع و مراجعی همیشه در دسترس هست که اون منابع و مراجع در اصطلاح امروزی به صورت استاندارد نامیده می شود. خب کلمه استاندارد هم خودش برگرفته از کلمه یونانی اتاندارد هست و حالا پیرامون تاریخچه و مباحثی که داره ما وارد نمیشیم، چون در مباحث آموزشی قبلی اینا خدمت دوستان ارائه شده، میتونن به اونجا مراجعه بکنن. یک سری تعریفات کلی و مفاهیم کلی از استاندارد داریم که اینها رو خدمتتون بیان میکنیم. استاندارد در لغت معانی‌های جامعی داره و معانی مختلفی میتونه بده. در اینجا مباحثی که ما بهش اشاره کردیم، گفتیم که داشتن نظم، مطابق قانون بودن، مطابق مثلا مدل، معیار، مقیاس، میزان، نمونه، یا مثلا اینها از معانی استاندارد هستند، یا مثلا تعیین کیفیت مناسب پذیرفته شده و توافقی برای هر کالا و یا خدمات یک شرکت در مقیاس جهانی می باشد. وقتی که شما یک جنسی را یا یک کالایی را خریداری می کنید، خب این کالا باید مطابق یک سری قوانین و قواعد خاصی که مطابق تایید و پذیرش منابع بین المللی و مراجع بین المللی باشن، باید اون کالا برای ما تولید شده باشه یا برای شما تولید شده باشه، یا یک خدماتی را وقتی که میخواد یه شرکت خدمات دهنده یا حتی یک شخص خدمات دهنده ارائه بکنه، خدمات اون هم باید در یک مقیاس جهانی قابل قبول و مورد تایید قرار گرفته باشه. حالا اون مقیاس جهانی و اون معیار قابل قبول رو ما به نام استاندارد میشناسیم. در رابطه با همین که گفتیم خدمتتون، داشتن نظم و مطابق قانون بودن هم از مهمترین مفاهیم استاندارد هستن که تعریف دیگه در واقع از این تعریف استاندارد برای ما
مشتق میشه و برگرفته میشه. استاندارد ها، ما گفتیم که میتونیم یه تعریف دیگه یا من خدمت شما ارائه بدم و اون تعریف اینه که تعیین کیفیت مناسب پذیرفته شده و توافقی برای هر کالا در مقیاس جهانی هست. یه توضیح اینجا من خدمت شما ارائه بدم که تعیین شاخص های مورد نیاز برای تولید یک محصول یا ارائه یک خدمات در حیطه استانداردها، هدفش اینه که ما برسیم به یک سطح مطلوب و قابل قبولی از کیفیت و مصرف کننده ما بتونه یک اطمینان قابل توجه و قابل قبولی را کسب بکنه. استانداردها زبان ایجاد تفاهم های بین المللی هستند میان تولید کننده ها و میان مصرف کنندگان تجهیزات یا میان ارائه دهندگان و میان بهره برداران از خدمات. استانداردها کمک زیادی می کنند به مصرف کنندگان برای روش انتخاب و دستیابی به تجهیزات مناسب و مورد نیاز خودشون. استانداردها مدرکی هستند برای به عنوان مثال درج یا روش ساخت و تولید یا روش آزمایش یک محصول. استانداردها افزایش ایمنی در عملیات‌های صنعتی را هم حتی میتونن برای شما تضمین بکنن، کیفیت رو تضمین بکنن، هزینه ها رو براتون کاهش بدهن و ضایعات رو به حداقل برسونن. استانداردها روند پذیرش محصولات در بازار معمولا سرعت می‌بخشن. از اینکه حالا یک محصولی بخواد با تغییرات عمده و مکرر تولید بشه معمولا جلوگیری می‌کنه. اما یه سری انواع استانداردهایی رو داریم. استانداردهای ما تقسیم بندی میشوند مثلا به انواع استانداردهایی که هست. استانداردهای بین المللی. استانداردهای بین المللی استانداردهایی هستند که برای ایجاد یک تعریف واحد و مورد تایید بین تمام کشورهای دنیا برای ایجاد یک سطح کیفی مناسب یا ایجاد یک سطح خدمات دهی مناسب برای مبادلات کالا یا مبادلات خدمات معمولا تدوین میشن. استانداردهای کشوری استانداردهایی هستن که داخل هر کشور هستن برای حمایت از مصرف کنندگان، برای یک دست شدن محصولات از نظر کیفی، برای حفظ اعتبار کشور در مقوله صادرات و واردات خودش معمولا تعیین میشوند. که استانداردهای کشوری حالا مثلا دو بخش هستند، استانداردهای اجباری هستند و استانداردهای تشویقی. استانداردهای دیگری داریم تحت عنوان استانداردهای منطقه‌ای. استانداردهای منطقه‌ای استانداردهایی هستند که بین معمولا حالا چند تا منطقه، چند تا استان، چند تا کشور پدید میان و برای سادگی در مبادلات و تشریفات و هزینه ها و انواع اونها تنظیم میشه. مثلا یه مثالی که خدمتون بزنیم، یه استانداردی الان بر روی بسته های صنایع غذایی درج میشه اگر دقت بکنید به نام استاندارد حلال. استاندارد حلال یک استاندارد منطقه‌ایه. چرا بهش میگیم استاندارد منطقه‌ای؟ به خاطر اینکه بین چند تا کشور اسلامیه، بین کشورهای اسلامی در دنیا این استاندارد یک استانداردیه که نشون میده که اون غذایی که شما میخواید مصرف بکنید آماده سازی اون غذا بر حسب قوانین و قعود اسلامی و شرعی تهیه شده. مثلا اگر گوشتی باشه که بخواید شما مصرف بکنید، ذبح اون حیوانی که دارید از گوشت اون حیوان استفاده میکنید بر اساس قوانین شرعی و دینی و اون چیزی که در دین اسلام و قرآن گفته شده و احکام و قواعد اسلامی گفته شده ذبح اون حیوان انجام شده و نشون میده که مصرف اون از نظر شرعی حرام نیست و حلال هست. این کلمه حلال رو اومدن به عنوان یک استاندارد در نظر گرفتن برای کشورهای اسلامی. یعنی روی هر بسته غذایی که استاندارد حلال بخوره، یعنی مصرف اون بسته غذایی برای افراد مسلمان و کسانی که پایبند به دین اسلام هستن هیچ گونه منعی نداره و میتونید از اونها استفاده بکنید. یه استاندارد دیگری هم که داریم تحت عنوان استانداردهای شرکتی هستن. استانداردهای شرکتی به یک سری قوانین درون سازمانی یا درون شرکتی گفته میشه که این مجموعه این قوانین به طور کلی برای پیمانکاران و کارکنان زیر مجموعه اون سازمان یا شرکت برای رسیدن به نتایج کاری در کیفیت مطلوب هست یا در کیفیت یک دست و مناسب. چنین استانداردهایی که برای قوانین هست را ما بهشون میگیم استانداردهای شرکتی. استانداردها تعریف دیگه‌ای که براشون داریم به صورت کلی در یک جمله استاندارد رو میتونیم بگیم مجموعه قوانین قابل قبول و تصویب شده برای رسیدن به وضعیت مطلوب و کیفیت مطلوب، که کیفیت در واقع همون خواسته مشتری هست، ولی اصلا کیفیت مطلوب.
که حالا منظور ما از رسیدن به خواسته های مطلوبمون یا کیفیت مطلوبمون هر چیزی میتونه باشه، میتونه کالای تولیدی باشه یا میتونه یک خدمت ارائه شده باشه. خب مطالعه بیشتر تو این زمینه رو براتون ما به عنوان تمرین به عهده خودتون میذاریم که میتونید حالا به مباحث قبلی که بنده خدمتتون بودن با همکاری مجموعه فرادرس مراجعه بکنید، در اونجا تعاریف لازم و مفاهیم لازم را از مباحث آموزشی قبلی که در رابطه با استاندارد هست استخراج بکنید. خب ببینید، در تمامی صنایع همطوری که خدمتتون گفتیم تمامی کالاها یا خدمات میان بر اساس استاندارد معتبر جهانی تهیه میشوند، مثلا حالا استاندارد API، استاندارد ASTM، استاندارد IGS، استاندارد IPS، استاندارد AGA یا استاندارد AGMA یا استاندارد اگما، استاندارد دین، استاندارد BSI، استاندارد GIS و الی ماشاءالله استانداردهایی که وجود داره. در کشور خودمون هم که از استاندارد ISIRI، سازمان بین‌المللی استاندارد ایران هست، استفاده میشه. ببینید، ما در مبحث قبلی یعنی در آموزش پمپ های سانتریفیوژ که خدمتون بودیم، مبحث استاندارد پمپ ها رو اومدیم خدمتون ارائه کردیم و گفتیم که استانداردی که در پمپ ها استفاده میشه به صورت کلی استاندارد API هست. کلمه API یا عبارت API مفهوم اون میشه مؤسسه نفت آمریکا. این استاندارد میاد چیکار میکنه؟ میاد قوانین و قواعد مورد نیاز در صنایع پمپ و در صنایع نفت را بررسی کرده و اونها را ارائه کرده. در رابطه با تاریخچه این استاندارد، از سال 1924 مؤسسه نفت آمریکا یا API اومد چیکار کرد؟ اومد یه سنگ بنایی را در ایجاد و حفظ استانداردهای صنعت نفت و گاز جهانی گذاشت. خب API اومد محصولات برتر اختراع شده رو به نام خودش ثبت کرد به خاطر فعالیت هایی که در حیطه استاندارد خودش انجام میداد و الان به عنوان یکی از معتبرترین استانداردهای به کار رفته در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاهی و صنایع مرتبط با خودش هست. بسیار استاندارد معتبر، قابل قبول و ورژن های مختلفی خورده و شماره های مختلفی که فصل های مختلف این استاندارد در خودش دارن، استاندارد API. در اینجا هم یه جمله من خدمتتون ارائه دادم و نوشتم که استاندارد API ترفیع دهنده محصولاتی با پذیرش و عرف جهانی است و یک امتیازیه که این استاندارد داره. حالا استاندارد API تقویت کننده ایمنی در بهره برداری صنعتی و اطمینان دهنده کیفیت میباشد. استاندارد API میتونه ضریب ایمنی رو بالا ببره در بهره برداری صنعتی از تجهیزات مرتبط با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاهی و همچنین کیفیت رو برای مشتری تضمین بکنه. همچنین کمک خیلی شایانی میکنه در پایین نگه داشتن هزینه ها و ممکنه که در فرایندهای طراحی و تولید و تعمیرات حتی سردرگمی هایی به وجود بیاد که استاندارد API اومده این سردرگمی ها و این مشکلات رو برطرف کرده و پذیرش سریعتر محصولات کمک کرده و محصولات را با سرعت بیشتری باعث شده تا به بازار روانه بشن در قالب های مشتری پسند و در قالب های قابل قبول. در رابطه با بنده های این استاندارد و این استاندارد چی هست و شامل چه سرفصل هایی هست، در قسمت پمپ های سانتریفیوژ در موردش ما توضیح دادیم، وارد اون نپسند نمیشم، دوستان خودشون برای مطالعه به اون قسمت مراجعه بکنن. اما مطلبی که الان مهم هست و باهاش سر و کار داریم اینه که میخوایم ببینیم که برای استاندارد همراستایی از چه زیرشاخه ای از این استاندارد باید استفاده کرد که در واقع اون ورژن استاندارد API RP 686 هست. این استاندارد میاد به شما موارد استاندارد همراستایی یا هم محوری رو به شما ارائه میشه. بر اساس مباحث پایپینگ در این استاندارد اومدن مباحث مورد نظر ارائه شده هستن. استانداردهای هم محوری یا الائمنت ماشین های دوار و یا تجهیزات دوار با استفاده از استاندارد API RP 686 ارائه میشه. این استاندارد در دو بخش هم محوری پایپینگ با ماشین های دوار و هم محوری خود شفت ها وارد شده. تمامی الزامات مورد نیاز برای نصب و راه اندازی ماشین های دوار صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع پالایشگاهی رو پوشش میده. خب بعد این نکته که خدمتتون عرض کردم و یه بار دیگه تکرار میکنم، این استاندارد در دو بخش هم محوری پایپینگ با ماشین دوار و هم محوری شفت ها اومده و وارد شده. با توجه به تعاریف همراستایی و هم محوری که ما در فصل‌های قبلی مقدمتا خدمتتون عرض کردیم، خب حالا اگر ما بخوایم که همراستایی یا هم محوری رو
بر اساس استاندارد API RPA 686 بررسی بکنیم که باید ببینیم که باید چیکار بکنیم. ببین اینجا همونطوری که در این قسمت هم خدمتتون نوشته شده، برای نصب ماشینالات و نصب مواردی که باید در طراحی در نظر بگیریم برای طراحی هم محوری پایپینگ با شفت ها و هم محوری خود شفت ها با یکدیگر، باید به کدام یک از این بخش های این استاندارد ها مراجعه بکنیم. یکیش مربوط میشه به فصل 6 بخش 4 استاندارد API RP 686، که این استاندارد در اونجا این موارد خدمت شما ارائه میشه. نصب و رعایت الزامات پایپینگ هست، نصب لوازم جانبی در محل، ارزیابی های طراحی و الزامات هم محوری پایپینگ و لوله ها. البته خب قبل از اینها یک سری الزامات عمومی هست در این استاندارد که اون الزامات عمومی هم باید رعایت بشه. مواردی مثل ماشین های دوار تا قبل از اینکه گروت ریزی بشن هم محوری اولیه و نهایی شدن جوشکاری نباید اصلا به ماشین متصل بشن، پایپینگ ماشین های دوار، یا مثلا لوله های مکش و تخلیه برای پمپ های خطی عمودی باید نگهدارنده قابل تنظیم داشته باشن، مسدود کننده های موقتی برای پیشگیری از ورود آلودگی و کثیفی برای هنگام نصب ماشین های دوار و روشون نصب بشه. اینها استانداردهایی هست که